از مهظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا از آنکارا پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای رئیس‌زاده سلام و عرض ادب. آقای رئیس‌زاده، خبر رو در مورد نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان دیدیم و شنیدیم. تحلیل شما رو در این زمینه بشنویم. بفرمایید. تشکر. سلام و وقت بخیر خدمت شما، بیننده ها و همکاران شما. نشست سازمان ملل یا شورای امنیت که به بررسی وضعیت افغانستان اختصاص داشت و ویژه در موارد حقوق انسانی و همچنان امنیت، نشان دهنده چالش های جدی و پیچیده ای است که افغانستان در تحت حاکمیت طالبان با او مواجه است. کوشش میکنم که کوتاه به طور بسیار کوتاه چند نکته کلیدی را مطرح بکنم. دبیر کل سازمان ملل در این نشست از نقض فاحش حقوق انسانی به ویژه حقوق زنان ابراز نگرانی کرد. بسته شدن مدارس دختران و محرومیت 1,500,000 دختر از حق آموزش از مصادیق بارز این نقض حقوق انسانی است. این محرومیت نه تنها به کاهش توانمندی های اجتماعی و اقتصادی زنان منجر میشه، بلکه تاثیر عمیقی بر سلامت روانی و اجتماعی زنان و دختران دارد. دبیر کل سازمان ملل به تبعیض جاری علیه گروه های قومی و مذهبی همچنان اشاره کرد که این تبعیض ها میتونه از به افزایش تنش ها و درگیری ها در کشور منجر شود و امنیت ملی و منطقه را تهدید بکنه. عدم توجه به این موضوع ممکن است که به ایجاد احساسات منفی و خصومت گرایانه میان گروه های قومی به نتیجه برسه و در نهایت بحران های اجتماعی و سیاسی و امنیتی عمیق تری را ایجاد میکنه. همچنان بحران های انسانی هم تاکید داشتند که سیاست های یا استراتژی های سخت گیرانه طالبان و اجرای قوانین محدود کننده بحران انسانی را در افغانستان تهدید میکنند. 90% زنان و دختران با اما قسمی که در گزارش گفتین با مشکلات روانی و روحی مواجه هستند و شرایط زندگی برای بسیاری از مردم به شدت دشوار شده. این وضعیت میتونه که به افزایش نرخ فقر، بیکاری، بیماری و نارضایتی اجتماعی منجر شود و در نهایت به تشدید ناامنی و بحران های انسانی منجر شود. خب مسئله دیگه که مهم بود این بود که در این نشست انتقادات از سکوت جامعه جهانی در برابر وضعیت افغانستان نشان دهنده این بود که نیاز دارد جامعه جهانی به اقدام جدیتری در سطح بین الملل با سیاست های طالبان صورت بگیرد. دبیر کل اشاره میکردن که نشست های فوق العاده را باید برای بررسی های موضوعی که موضوعات که در افغانستان وجود داره باید بررسی جدی تر شود. خب عدم واکنش مناسب جامعه جهانی به نقض حقوق بشر و سایر نواقضی که طالبان داره این منجر میشه که تضعیف هنجارهای نهادهای بین المللی حقوقی بشری و همچنان کاهش اعتبار نهادهای جهانی شود. در کل میتونیم بگوییم که نشست شورای امنیت باید به عنوان یک فرصت برای بسیج جامعه جهانی، برای بسیج کشورهای منطقه و نهادهای بین المللی در حمایت از حقوق بشر و تامین نیازهای انسانی در افغانستان صورت بگیرد و در نهایت جامعه جهانی باید متعهد به حمایت از حقوق بشر و ترویج عدالت اجتماعی در افغانستان شود تا این کشور بتونه به سمت توسعه و ثبات بیشتر برود. اقدامات مؤثر و هماهنگ بین المللی میتونه که به بهبود وضعیت انسانی هم و بهبود وضعیت امنیتی هم در افغانستان کمک بکنه و از بروز بحران های بیشتر جلوگیری بکنه. بله، با تشکر از مظاهر رئیس زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا از آنکارا که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.